خانم، خیلی خوش اومدید خانم. مرسی قربونت، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. یک صحبتی با بیننده های ما بخونید تا شروع کنید. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های محترم برنامه و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. خانم مثل که عادت کردین تو فیلم های کارگردانه اول خیلی خوب بازی کنید، از محمد کار، حالا آریان وزیر دفتری، 3 دقیقه اونجا و تمام فیلم اونجا. خیلی خوب بود خانم، بهتون تبریک میگم. خیلی ممنونم. فیلم خیلی خوب بود، خدا رو شکر. و بازی شما خیلی خوب بود. خیلی ممنونم. و این نکته خیلی مهم بود تو فیلم های امسال. احتمال تو به این کارگردان اول به تحسین میکنم. آریان وزیر دفتری فیلم دیده بودی ازش قبل؟ فیلم کوتاه دیده بودی؟ بله بله، من از آقای وزیر دفتری یه فیلمی رو دیده بودم که اگه درست اسمش رو بگم هنوز نه، که پانتاب هنوایها بازی میکرد و آقای فرهاد اصلانی، و به نظرم میومد که توی اون کارم یک کار جالبی کرده بودن که باز یه تجربه یه ویژه‌ای بود و برای من خیلی جذاب بود که کسی در فیلم کوتاهش در واقع این کارو داره میکنه. مثل بچه آدم هم دیده بودم که اون بخش پایانیش رو یادم خیلی تو ذهنم موند، یعنی اون صحنه‌ای که جلوی در شادی داره. این فیلم رو خودش داد ببینی یا قبلا دیده؟ من موقعی که فیلمنامه رو به هم پیشنهاد دادن، در حقیقت با صابر ابر صحبت کردم. من اصلا نمیشناختم آریان وزیر دفتری رو، ولی با صابر ابر که گفتگو کردیم، و خب صابر خیلی هم دوست منه، هم ما خیلی با هم یه کارهای مشترک زیاد کردیم، و به من گفتش که قراره که صابر بازی بکنه و اینا. ازش اطلاعاتی گرفتم که آقای وزیر دفتری مثلا چه کارهایی انجام دادن، این دوتا فیلم رو به هم پیشنهاد دادن. خودم سرچ کردم، البته یه لینکی هم برام فرستادن آقای وزیر دفتری بعد از خوندن فیلمنامه، که دیگه رفتم فیلمای کوتاهشون رو دیدم. فیلمنامه خیلی فیلمنامه اجراست، یعنی در واقع خیلی مربوطه که اجرا چجوری در بیاد. نره. تو فیلمنامه چه چیزی در نقش باید جذاب بود که در واقع؟ ببینه، حقیقتش اینه که حالا شما میگین فیلم های اول، یه ذره برای من همون در واقع قصه تجربه گرایی روی داره که ما یه بار با همدیگه گفتگوی مفصلی کرده بودیم که بهتون گفتم، و یه ابعاد یه کمی در واقع مفاهیم جالب تری بود برای من از یک قصه سرراستی، کمی عمق داشت. هم این کار هم کار آقای کارت، و میگم این وره تجربه اون قابل رویت بود. بله، تو فیلمنامه. بله، برای من بود. یعنی هم اون کانسپت فیلمنامه در واقع بیرویا در وهله اول خیلی کانسپت جذابی بود برای من، و منو خیلی به فکر فرو برد حقیقتاً، و فکر کردم که خب اگر این کانسپت واقعاً در اجرا اتفاق بیفته، در بیاد فیلمه، خب فیلمه میتونه خیلی اتفاق ویژه‌ای بشه. اگر هم در نیاد، خب یه فیلم معمولی میشه، و من ترجیح دادم که ریسک بکنم و در اومدنش رو تلاش کنم. در حقیقت وقتی هم که خب با خود آقای وزیر دفتری وارد گفتگو شدیم و راجع به کانسپت فیلمنامه حرف زدیم، راجع به در واقع نقش حرف زدیم و همه اینا، من حقیقتا احساسم این بود که آریان وزیر دفتری خیلی قائم به ذاته، یعنی خیلی یک غریزه درستی درش کار میکنه، یک نگاه درستی داره، یک سواد خوبی داره، و من تصورم این بود که فیلمه میره که در بیاد، یعنی احتمال ریسک، احتمال در نیومد. از اولین لحظه که جلوی دوربینش رفتی این حس رو کار داشت؟ ببینید، من وقتی دیگه پذیرفتم که باشم، البته یک تایمی هم طول کشید تا ما پروانه ساخت بگیریم و وارد در واقع فیلم برداری بشیم، من هی اونجا اون تایمه که طول کشید تا بر پروانه ساختمون بیاد، واقعا فرصت داشتم که بیشتر راجبش فکر کنم که آیا من میخوام این ریسک رو انجام بدم یا نه، ولی هر بار یه چیز غریزی به هم میگفتش که اگر در بیاد بسیار فیلم جذابی میشه، و این بود که بعد از اینکه پروانه ساخت گرفتیم. ولی فاصله اگه در نیاد خیلی امکان داره فیلم مشکل داره و خنده‌داری هم بشه بود ها. آره، چون فیلم ملودرام نبود ها. آره، قصه پیچیده‌ای بود. بله. که باید خوب در میومد. بله، یعنی این ریسک خیلی چیزی بود دیگه. آره خیلی به هر حال ریسک بود، یعنی من در مورد شنای پروانه همین ریسکو کردم، گفتم یا در میاد 3 تا سکانس جواب میده. آره. یا نمیشه و میگن که خب اومد و یه کاری کرد. آره، چون اونم 3 تا سکانس. حالا خودمون قصه حالا خیلی پرفراز نشه. بله، ولی در مورد نقش من ممکن بود خیلی که اصلا در نمیامد. آره. دیگه یه تیکه کوتاهی بود. بله. با کارگردان که نشستی صحبت کردی، کم کم سر صحنه
متوجه استعداد و این چیزها شدی که میدونه داره چی کار میکنه. ما یک جلسه در واقع دورخونی، یعنی تمرین دو نفری داشتیم که آقای ابر و خانم کرم‌رودی نبودن، من و آقای وزیر دفتری، دفتر آقای سعدی، دوتایی نشستیم که راجع به رویا حرف بزنیم. همون اوایل در واقع پیش تولیدمون بود. توی اون جلسه دوتایی وقتی راجع به خصوصیات اخلاقی و فردی در واقع رویا گپ زدیم، آریان خب یه چیزایی رو به من منشن کرد در مورد نوع کرکتر و در واقع تایپ شخصیتیش، که ما راجع به این تایپ شخصیتیه وقتی آریان گفت من فهمیدم که خیلی خوب جهان فیلمشو و آدمشو خیلی میشناسه. و خب اون تایپ شخصیتی که راجبش گپ زدیم و اینا حتی از یه تست روانشناسی هم میومد، کاملا نقطه متضاد شخصیت تایپ شخصیتی خودم بود حتی، و این برام خیلی چالش برانگیز بود که گفتم چقدر عجیب، چون همه فاکتورهایی که باید رویا داشته باشه درونن با من فاصله داره و اصلا نقطه روبروی منه. من حتی یادمه که من خواهرم رو مثال زدم، حالا خدا آریانم یادشه، که گفتم که من و خواهرم دقیقا نقطه تضادمون در همینه که تایپ شخصیت اون روبروی من ایستاده توی فاکتورهای در واقع. خواهرت الگو قرار دادی و یک بخشایی از خواهرم رو الگو قرار دادم، بله، چون دقیقاً تایپ شخصیتی خواهرم. برای رسیدن به این تایپ شخصیت جدید چه کار کردی که الان همینطور قهرمان جلو میره نمیشه باز کرد؟ آره. و کاراکتر در میاد. بله، ببینین دو تا اتفاق جالب برای من افتاد. اینکه در واقع یک بخشش بخش ذهنی شخصیت بود که در واقع من اینو شروع کردم به تست کردن، یعنی گفتم اگه قراره که تست باشه یه کارایی را من تو بازیگری خودم شروع کردم تست کردن، که گفتم یا جواب میده یا جواب نمیده. و این چی که تست کردن یعنی چی؟ اینکه کار جدید کردی یعنی من به نظر خودم آره به نظر خودم آره. این که هیچ وقت شما در هیچ سکانسی یا هیچ لحظه‌ای رویا رو منفک از فیلم نمی‌بینین و هیچ وقت ذهنش ایستا نمیشه، یعنی ذهن کاراکتر مدام داره حرکت میکنه. این برای خودم در حقیقت یک بخش کار درونی بود. برای درباره تایپ شخصیتی نقش هم میگم خیلی وجهاش به خواهر من حقیقتا نزدیک بود و خب وجهی که در فیلمنامه وجود داشت و حالا ما هی پختیمش و درستش کردیم و همه اینا یک مجموعه ای شد که من احساس کردم که خب این خیلی درسته. و شروع به یعنی مهمترین کاری که در مورد شناختن تایپ شخصیتیش کردم درک این تیپ شخصیتی بود و انگار که من همه فاصله ای که با خواهرم در تمام طول زندگیم داشتم رو شروع کردم با این تایپ شخصیتی هی خوندن راجبش و هی نقطه های کشف نشده در واقع اون تایپی که میگم با من خیلی فاصله داشت. مثلا خواهر من احساساتیه، خیلی احساساتیه و من خیلی تینکینگم، من خیلی فکریم، من مدام در حال آنالایز کردن یک مسائلی هستم، ولی خواهر من خیلی احساسی شهودیه و من همیشه برام سوال بود که چطور ممکنه که خواهر من فکر نمی کنه و صرفا از روی احساساتش و غریزش عمل می کنه. و اینو در رویا دیدم آره، رویا اصلا فکر نمی کنه که این دختر غریبه ای که جلوی دره ممکنه که چه خطراتی رو برای زندگی اینا داشته باشه. در لحظه دلش می سوزه و فکر می کنه که باید این آدمو نجات بده یا میارتش توی خونه و ادامه ماجرا. از این چیزایی که دارم میگم و منشن میکنم باعث درک متقابل من شد که آروم آروم هی خواهرم رو مقایسه میکردم و توی این نقطه ها قرار میدادم و میفهمم آها من کجاها اونو درک نکردم و چه جاهایی بوده که من ندارمش و وقتی ندارمش با درک کردنش تمرینش کردم که آها اینجوریه، اینجوری فکر میکنه، اینجوری رفتار میکنه، که همیشه برای من خیلی غریب بود، میگفتم این چرا اینجوریه. شخصیت یک منحنی داره. بله، از یک نقطه شروع میشه به این نقطه میرسه. این منحنی لحظه به لحظه تغییر میکنه و تغییرات غریبی هم داره، نوع بازی، نوع نگاه، نوع رفتار، نوع ایستادن. بله. نوع چرخیدن، اینا همه الان خیلی خوب دارم. بله. چی جوری شده اینا؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه کارگردان جدید، یه بازیگر حرفه‌ای، به چه تفاهمی رسیدن؟
راستشو بخواین خب ممکن بود ما راجع به یه بحث‌های کانسپتی یا در یک لحظاتی با آریان درباره در واقع همون نوانس اون لحظه یا اون صحنه حرف بزنیم، یا مثلا ولی در مورد ایستاییش و همه اینا من فکر میکنم که وقتی من درون کاراکتر رو واقعا و عمیقا متوجه پوینت های درونی شدم، فیزیک با خودش اومد. یا حتی من واقعا بهش فکر نکرده بودم اینجوری که الان خودم دارم میبینم، یهو وسط، یعنی شاید چند تا سکانس ما کار کرده بودیم، یهو خودم متوجه شدم صدای رویا یک صدای زیریه و اون صدای زیر رو وقتی که داشتم میشنیدم خودم رو فهمیدم که آها این از اون لطافت درونیش میاد، انگار یک صداقت و یک لطافت درونی داره که صدای ناخودآگاه ریز شده و دیدم این چه خوبه. و یهو این کشفایی که آروم آروم اتفاق میافتاد و نگه میداشتم، یادم حتی یه جایی به آقای وزیر دفتری گفتم که صدای من اذیتت نمیکنه، یه ذره احساس میکنم زیره، یه جوری جیغی نشه یه موقعی، که گفت نه اصلا اینجوری نیست و حتی این خوبه، چون باعث میشه که ما شخصیت رویا رو نمیخوایم بگیم که خیلی شخصیت محکم و مثلا چیزیه. و همین رفتارای ریزه، حالا توی حرکت، توی بیانش، توی صدا، تو همه اینا هی کشف شد و آروم آروم در اومد بیرون و من میفهمیدم، یعنی چون خیلی حواسم رو داده بودم به نقشه و خیلی خیلی تمرکز داشتم سر صحنه. چون نکته مهمی دیگه اینه که لحظات حسید نلغزیده به ملودرام، یعنی اشک‌انگیز و غم‌انگیز نشده. بله. به اندازه است. خیلی اندازه. و به اندازه یک فیلمی که قرار رازآلود باشه. بله. اینا هم حساب شده بوده دیگه. من فکر کنم که اندازه رو آقای وزیر دفتری نگه داشت، چون من به عنوان بازیگر و مخصوصا اینکه توی این نقش خیلی هیجانی تر و احساساتی تر برخورد میکردم، یه جاهایی احساس میکردم که شاید داره میزنه بیرون، ولی خب خود آقای وزیر دفتری خیلی حواسش به اندازه بازی هممون بود که کسی بالا و پایین یا بیرون نزنه و فکر میکنم این اندازه رو ایشون نگه داشت. چون خیلی ببین فیلم رازآلود یا فیلم معمایی یا از این جنس نباید بلغزه تو ملودرام. بله. داره که لحظات ملودرام هم داره دیگه. نه، حقیقتش اینه که من از اولم میدونستم که نباید وارد ملودرام شم و میفهمیدم که این رازآلودگی و در واقع اون علامت سوال بهت برانگیز شوکه کننده برای رویا باید در بیاد، نه اشک انگیزی و دلسوزی برای خودش، چون اصلا قرار نبود نه برای خودش دل بسوزونه یا قرار نبود که وجه قربانی به خودش بگیره. من اساسا مخالف بودم که بخواد وجه قربانی به خودش بگیره. اون شوک و اون بهتی که بعد اتفاق می افتاد خب خیلی فاصله داشت بار برام. لحظاتی به هم نریخ خودتو. چرا؟ نقش. از این نقش هست که بازیگر به هم می‌ریزه. باورتون نمیشه، من الانم که فیلمو می‌بینم تپش قلب می‌گیرم. یعنی جزء اون نقشاییه که احساس میکنم خیلی خیلی عمیق روم تاثیر گذاشته. چون مثلا من تمام بازیگرایی که چنین نقشایی رو بازی کردن تو فیلم‌های قبلی، مثلا تو بچه رزماری رو دیدی فیلمشو؟ من فکر میکنم خیلی سال پیش دیدم ولی نه خاطرم نیست حقیقتش. چون خیلی در واقع تاثیراتی از بچه رزماری کارگردان گرفته، نه شما. نه آره. چیزی هم ما اصلا راجبش حرف نزدیم که مثلا فلان فیلمو ببینیم. خب اونجا میا فارا و در واقع اون نقشه که دگرگونش میکنه در چیزه. نه، خیلی از اون نقشایی که بازیگر باید انتهاش به هم میریزه. آره. که تو میگی. آره. چون کم کم بازیگر با نقش یکی میشه. بله. و تو یکی کردی. بله. خیلی کار سخت. و نکته هم که این بود که خب از روزی که در واقع فیلمو شروع کردیم به فیلم برداری تا روزی که دوربین خاموش شد و گفتیم خسته نباشید، من نان استاپ بودم سر، یعنی جلوی دوربین بودم. و این در واقع این پروسه کاری که حالا این 45-6 روزی که ما کار کردیم، حالا قبلش هم درگیری قبلی هم که حالا تمرین و فلان و همه اینا و حرف زدن راجع به گریم و لباس و همه اینا، اینقدر منو هی با خودش میبرد، هی غرق‌تر و میدونین توم انگار عمیق‌تر میشد، بیشتر مینشست نقش توی من. و این برام برای خودم هم جالب بود که هی عمیق‌تر میشد، هی درونی‌تر میشد، هی تو ناخودآگاه هم بیشتر مینشست. این نقش رو تو اینقدر خوب یه دست همین تو اومدی بالا، میخوام بپرسم ازت به ترتیب فیلم برداری کردین یه جا به جا فیلم؟ نه، جا به جا. مثلا ما 10 روز اول فیلم برداریمون، یعنی شروع فیلم برداریمون با سکانس های کلینیک بود اگه اشتباه نکنم.
بعد مثلا فکر کنم که 20 مثلا روزای 20 22 فیلمبرداری ما تازه وارد خونه شدیم. بعد موقعی که وارد خونه شدیم اون سکانس ابتدایی رو کار نکردیم که ورود دختره به خونه ما، از نیمه شروع کردیم. یعنی یه روزی حتی به من یه روزی آقای وزیر دفتری گفتش که من میخوام سکانس مهمونی رو میخواستن، یعنی آفیش کرده بودن، که من اصلا شوک شدم، گفتم من الان واقعا نمیتونم اون سکانس رو بازیش کنم. و حتی به من گفتش که نه الان بذار باید بپریم توش که ترسمون بریزه، و اگر این پارت اتفاق بیفته و در بیاد ما هممون خیالمون راحت میشه که فیلم در اومده. و حتی به من گفت من می‌خواستم که اینو آفیش کنم و به تو نگم که این آفیشه و تو بیای با این غیر منتظره مواجه شی، که من اونجا انقدر به هم ریختم، گفتم خواهش می‌کنم هیچ وقت این کارو با من نکن، به دلیل اینکه من اگه بیام سر صحنه و صحنه آفیش باشه که من آمادگی ذهنیشو از قبل نداشته باشم، من نمیتونم اون صحنه رو بازی کنم. خیلی سخت بوده که حفظ این راکورد نقش به لحظه لحظه بره بالا. آره، آره. و به ترتیب نگیری. بله. یعنی؟ البته اینو بگم، خب قبل از فیلم برداری من صحنه ها رو همه رو برای خودم طراحی کرده نمیشته بودم. بودی طراحی کرده بودم. بله. این کار برای همه فیلمات میکنی؟ بله. یعنی میشینی کاراکترتو روی کاغذ مینویسی، لحظاتو مینویسی؟ بله بله. که اینجا چه حسی داری، اینجا چه حسی داری؟ بله اینا بله. این راکورد های یعنی در حقیقت اون منحنی نقش رو برای خودت مینویسی؟ بله بله. و راکوردات هم جزء هنر میشه، از این خودت حفظ میکنی؟ بله. اصلا من کسی بهم راکورد بگه عصبی میشه، چون بعضی مونه من تا خود چی نفس میکنن. بله. و اصلا احسیار به منشی صحنه نیاز ندارن در باید. این نه قطعا به منشی صحنه من نیاز دارم. نه نه نیاز دارن. آره. من زمین میگه منشی صحنه منتقیه. ولی منشی صحنه همیشه با من خیلی رابطه های خوبی دارن، چون تو خود راکورد تفس کردی میدونی کجا مثلا چیز دستت بوده یا کجا دستت نبوده، چون این نقشه که از یک جایی حالا نمیشه باز کرد، یه شکل دیگه میشه و واقعا با شکل قبلیش فرق میکنه. بله. یعنی این حسی که تو دروردی ای رفتی جلو جلو تا آخر، چه پایان درخشانی. خیلی منم اون پایانو دوست دارم، خیلی. و به نظرم خیلی لحظه عجیبی بود اون مواجهه. داری گریه میکنی بجای که بخندی؟ میخندم، گریه، اصلا یک ملغمه ای از احساسات عجیبه. و میگم چون نقش خیلی رو من تاثیر گذاشته بود، یادمه که بعد از یعنی اصلا رضای داوودنژاد نبود سر صحنه ما، ما یه دونه در واقع توی پیش تولیدمون رفتیم تلسکوپه و اون ویدیوی توی موبایل رو گرفتیم و ما دیگه رضا رو ندیدیم تا سکانس پایانی. و اصلا باورتون نمیشه، من احساس میکردم رضای داوودنژاد، حالا سابقه ما به مرهم و در واقع کاری که با هم دیگه با آقای داوودنژاد کرده بودیم برمیگشت، خب دوست خیلی قدیمی من بودن، ولی اصلا وقتی که دیدمش خودم احساس میکردم واه، انگار یه تونلی رو اصلا ازش عبور کردم که خیلی برام صحنه عجیبی بود. خیلی اصلا صحنه عجیبیه. بله. پایان غریبی. بله منم خیلی پایان، یعنی پایانیه که پایان غریبیه برای یک فیلم رازآلود که حالا من با رازی بیرون میام. بله. یعنی حالا باید فکر کنم، از اون فیلم هایی که فکر میکنه. خودتو نقشایی که بازی کردی حتما این نقشا خیلی دوست داری. ببینی این خب نقش چالش برانگیزی بود برام و در واقع این تجربه متفاوتی بود از همه کارهایی که من تا الان کرده بودم. و قطعا من همیشه مدلم اینجوریه، من یه کاری رو نمی کنم یا اگه بکنم جز فیوریت ها و در واقع که نقشه که خیلی دوستش دارم که انجامش میدم، چون من همه نقشه و همه رو به یه اندازه دوست دارم. ولی این نقش برام خیلی چالش برانگیز بود و خیلی برام پر از تجربه بود و پر از کشف و شهود بود برام. و چون من آدمیم که میگم خیلی فکر میکنم و خیلی در واقع عمیق میشم توی چیزایی، خیلی خیلی برای خودم چیز جالبی اتفاق افتاد. نه خب معلومه اصلا نقشه چیز غریبیه. نقشه دیگه که دوست داری؟ تو نقشه دیگه که دوست داری؟ بازم شنای کارت هم هست، 3 دقیقه هم هست دیگه. من خیلی اون فیلمو دوست دارم. خیلی فیلم خوبیه. خیلی اون فیلمو دوست دارم. خیلی فیلم. و من باز پروانه رو خیلی دوست دارم. یعنی پروانه، شنای پروانه هم برای من از اون اتفاقاییه که خیلی عمیق در من تأثیر گذاشت و واقعا درونم میلرزید براش. خیلی براش میگم ممکنه کوتاه بوده باشه و حضور من یا، ولی اون احساس و عمق نقش برام خیلی حیرت انگیز بود. این حسی که داری که کمک کنی به کارگردان جدید
چه کارت و چه آریان وزیر دفتری به تبریک میگم. امیدوارم ادامه بدی به کارگردانی. مرسی. تو نقشه دیگه چه نقشه دوست داری غیر از این دوتا که نزدیکترین نقشه؟ راستش بخوام میگم من هر کاری تا الان کردم همه رو دوست دارم. همه رو دوست دارم. ولی خب خیلی در واقع شاید مثلا من مرهمم خیلی دوست دارم. عالیه. پیسم خیلی دوست دارم. من دوست دارم. تو سیمرغ برای دو تا گرفتی؟ سیمرغ یکی گرفتی؟ سیمرغ یکی گرفتم. برای شنا گرفتم. برای همون 3 دقیقه گرفتی؟ از دست شما هم گرفتم. واسه افتخار منه. جایزه منتقدین رو از چیز گرفتی؟ فیلم خانم قیدی گرفتی دیگه. جایزه منتقدین من 3 تا گرفتم. یکی برای صداها گرفتم. یکی برای مرهم گرفتم. یکی برای ویلایی ها گرفتم. یکی برای ویلایا بودم که جایزه. بله بله. آره جایزه منتقدین گرفتی. یعنی در واقع چیه؟ کار آینده‌ام که یک سریاله دیگه، درسته؟ بله. من الان کلاه هم گذاشتم به خاطر همین سریال آقای کارت، به دلیل اینکه موهامو رنگ کردیم و یاقیه، چون اسمش اعلام شده یاقیه. آقای کارگردانمو ترجیح دادن که من گیریمم در واقع تا سریال پخش نشده دیده نشه مجبور شدم کلاه. کار خوبی کردی. آره. کی قراره سریال پخش شه؟ نمیدونم تاریخ دقیقشو، ولی حدوداً بحث یک ماه و نیم دیگه است، ولی دقیق نمیدونم، هنوز من اطلاعی ندارم از ماجرای پخش. تو همین فیلم در واقع بی رویا، لحظه‌ای که خیلی دوست داری از بازیت کدوم لحظه است؟ من سکانسی که از بی رویا خیلی دوست دارم، البته 3 تا سکانس رو خیلی دوست دارم، ولی اون سکانسی که انگار که تازه متوجه میشه که این آدم داره اداشو در میاره، سکانسی که ما از کلینیک برمیگردیم خونه، شادی رو میبینیم، یعنی من میگم احیس یه صدایی داره میاد تو خونه، برمیگردم و میفهمم که شادی اونجاست و بعدش در ادامهش ما میریم توی اتاق خواب و اینا. اون سکانس اتاق خوابه خیلی برام سکانس جالبیه. سکانس خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم سکانس. خیلی خوب. و مهمونی البته. مهمونی هم خوبه. مهمونی هم فیلم های دیگر دیدی؟ نه متاسفانه من به دلیل همین مشغله کاری که سر سریال بودم فرصت نشد که فیلم. نگفتن رقیبات برای سیمرغ کیه؟ حقیقتا نه، کسی چیز خاصی نگفت، چون من همش سر کار بودم، بچه هم همش سر کار بودن، کسی فیلم ندیده بود. فکر میکنی سیمرغ رو بگیرید؟ نمیدونم واقعا، چون من ندیدم. معلومه که دوست دارم، چرا که نه. سیمرغ همیشه جذابه. نه میدونین هیجان انگیزیش در حقیقت برای من این فیلم اینه که حقیقتا من اصلا به این فکر نمی‌کردم که در واقع چه اتفاقی پیش رو داره. من انقدر به خود نقشه و انقدر به خود فیلم فکر کردم که الان که نتیجه فیلم رو میبینم و فکر میکنم تمام اون ریسکی که کردم، تمام اون فکرایی که راجع به نقش کردم، تجربه هاش، احساساتش و همه اینا انقدر برای خودم جذابه و انقدر دارم حظ شخصی میبرم از این تجربه، حقیقتا به این فکر نکردم که برای فیلم قرار است چه اتفاقهایی بیفته. اینقدر فیلم خوبه که شکر. مهم نیست که تو سیمرغ بگیری یا نگیری، که ما دوست داریم بگیری. ایشالله. دوست داریم فیلم هم سیمرغ بگیری. ایشالله. ولی چون فیلم خوبه و اعتبار داره. بله. این میمونه برای تو. بله. بله. نمیشد زیادتر صحبت کرد. بله. اینقدر نقشت رازآلوده که هر چی ما صحبت کنیم باز میشه. باز میشه. بله. خیلی متشکرم اومدی. قربونتون. خیلی برات آرزوی به شدت موفقیت دارم. متشکرم. خیلی باز هم سیمرغ بگیری. ایشالله. حالا نه برای 3 دقیقه، برای 120 دقیقه، فکرم 90 دقیقه است دیگه. ایشالله. بازی داری. قربونتون برم. خیلی ممنونم. محبت دارم. مرسی. قربونتون. شب بخیر.